برآورد تازه صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصاد جهان، کوچک شدن اقتصاد ایران سریع‌تر از پیش‌بینی، بازگشت بردهداری به دنیای مدرن، دست کم 40 میلیون نفر قربانی کار و ازدواج اجباری‌اند، و آثار سینمای ایران چطور از اینترنت و بازار سیاه سر در می‌آورند. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین برآورد خود از شرایط اقتصاد جهان پیش بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5% کوچک شود. این برآورد نسبت به آنچه پیشتر درباره اقتصاد ایران انتظار می رفت بدبینانه تر است. تأثیر افت رشد اقتصادی بر زندگی مردم چیست؟ جزئیات بیشتر در گزارشی از شیدا هوشمندی. چشم انداز اقتصاد ایران به روایت نهادهای بین المللی ناظر بر اقتصاد جهان چندان روشن نیست. مجادله های سیاسی باز هم عامل محدود کننده اقتصاد ایران است. صندوق بین المللی پول در آخرین برآورد خود نتیجه می گیرد که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 9.5% کوچک شود. ضعیفترین عملکرد اقتصادی از زمان جنگ ایران و عراق. این صندوق همچنین نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نزدیک 36% برآورد می کند که نسبت به محاسبات مرکز آمار ایران خوشبینانه تر است. ارقامی که البته سیاستگزاران ایرانی کمتر از آن صحبت می کنند. رشد اقتصادی کشور که در سال گذشته منفی بود، پیشبینی های ما این است که 6 ماهه اول امسال که البته هنوز آمار نهاییش اعلام نشده، رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود. برآورد اولیه صندوق بین‌المللی پول رشد منفی 6% را برای اقتصاد ایران در سال 2019 میلادی پیش بینی کرده بود. اما حالا این برآورد حتی بدبینانه تر هم شده، چرا که محاسبات اولیه این نهاد پیش از آن انجام شده بود که ایالات متحده آمریکا در اردیبهشت امسال به طور کامل معافیت‌های نفتی را برای خریداران نفت ایران لغو کند. همزمان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش نفت و گاز به افت رشد اقتصاد ایران دامن زده. وقتی سطح درآمد پایینه، ترکیب تقاضا می ترکیب خاصیه. یعنی مواد غذایی، نیازهای اولیه اون تقاضای غالب رو تشکیل میده. هرچی به سمت کالاهای با دوام شما حرکت میکنید، تقاضا کمتر میشه، چون درآمد جامعه به اون اندازه نیست. اما شما با تولید مواد غذایی و نیازهای اولیه که نمیتونید به رشد برسید، چون باید برید اون محصولات دیگر رو تولید بکنید که به رشد برسید. اوناست که مومنتوم رشد ایجاد میکنه. برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از شرایط اقتصاد ایران تفاوت چندانی با محاسبات اخیر بانک جهانی ندارد. گزارش بانک جهانی نشان می‌داد که اقتصاد ایران 8.7% کوچک شود. البته با فرض صادرات 500,000 بشکه در روز نفت. آمار صادرات نفت ایران به صورت رسمی منتشر نمی‌شود، اما برخی منابع ردیابی تانکرهای نفت رقم فروش ایران را پایین تر از 500,000 بشکه برآورد می کنند. پیرو امضای برجام، درآمد نفتی ایران به اندازه قابل توجهی افزایش یافت. اما از اردیبهشت پارسال که امریکا از برجام خارج شد و تحریم های سختگیرانه تری برای صفر کردن درآمد نفتی ایران به اجرا گذاشته شد، مهمترین منبع درآمد دولت محدود شد. همزمان با افت درآمد دولت ایران و تداوم مشکلات مزمن اقتصاد این کشور، سیر نزولی شاخص‌های اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد. شیدا هوشمندی، BBC. شرکت ملی نفت ایران میگوید در جنوب این کشور یک میدان گازی جدید کشف کرده، میدانی که نامش را ارم گذاشتند. به گفته این شرکت حجم گاز این میدان قابل توجه است. شبنم شعبانی نگاهی کرده به ویژگی های این میدان گازی و برنامه ها برای توسعه آن. شعله های آتش بر روی یک میدان گازی جدید در ایران، میدانی که نامش را ارم گذاشتند.
این میدان در مختصات 200 کیلومتری جنوب شیراز، 25 کیلومتری جنوب غربی شهر خنج در استان فارس و 60 کیلومتری شمال عسلویه در استان بوشهر قرار دارد. با کشف این میدان جدید، حالا مشخص شده میدان گازی کوچکتر باغون که پیشتر کشف شده بود، بخشی از میدان ارم است. شرکت ملی نفت ایران میگوید بعد از ماه‌ها کار کارشناسی و 9 ماه حفاری از وجود این میدان گازی مطمئن شده بود. حالا معاون توسعه و مهندسی این شرکت میگوید ابعاد میدان و کیفیت گاز آن قابل توجه است. حجم ذخیره گاز در جای میدان 19000 میلیارد فوت مکعب یا 19 TCF است که 13000 میلیارد فوت مکعب قابل استحصاله و این گاز گاز مرغوب و شیرین هست و در واقع ضخامت لایه گازی حدود 400 متر از 3600 متر الی حدود 4000 متر و این ضخامت بالایی برای یک مخزن گازی. به گفته وزارت نفت ایران حجم گازی که ارم ذخیره دارد معادل حدود 16 سال گاز مصرفی استان تهران است، یعنی 11% مصرف گاز کل کشور، برابر مصرف یک سال گاز سه کشور اتریش، مجارستان و رومانی. اگر یک محاسبه اقتصادی انجام بدیم، کشف این میدان به معنی این است که بیش از 40 میلیارد دلار عایدات حاصل از گاز و میانات گازی این میدان خواهد بود. و حالا قرار شرکت‌های ایرانی گام بعدی فعالیت‌های اکتشافی رو با این قرارداد 500 میلیارد تومانی بردارند. با این حال پرسش عمده درباره رم برنامه توسعه آن است. با وجود تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد ایران گزینه‌ای جز شرکت‌های داخلی در نظر داشته باشد. همجواری ارم با دو میدان گازی دیگر کمک می‌کند برای توسعه اولیه این میدان از زیرساخت‌های موجود این میدان‌ها استفاده شود، اما بهره برداری از تمام ظرفیت‌های میدان امکانات بیشتری می‌طلبد، امکاناتی که ایران در نبودش نتوانسته حتی از پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان به اندازه شریک قطری‌اش بهره ببرد. کشف میدانی با ابعاد ارم سرمایه بزرگ برای کشور است. حدوداً 19000 میلیارد فوت مکعب گاز در این مخزن هست. میتونه به مدت 40 سال اندازه یک فاز پارس جنوبی گاز تولید بکنه. ایران بدون کشف ارم هم دومین دارنده منابع عمده گاز طبیعی جهان است. اما به نظر میرسد تا بهره مند شدن از مزایای این موهبت طبیعی در همین ابعاد راه درازی در پیش دارد. شبنم شعبانی، BBC. با اینکه برده‌داری در همه کشورهای جهان ممنوع است، بیش از 40 میلیون برده در جهان وجود دارد که بیشترشان زنان و کودکان هستند. ایران و افغانستان جزو 10 کشوری هستند که بیشترین تعداد برده را نسبت به جمعیتشان دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از پرهام قبادی. برده‌داری پاهای غل و زنجیر شده و کشتی‌های اقیانوس پیما را به ذهن متبادر می‌کند. قدرتمندترین کشورهای جهان دست کم 300 سال با استثمار فقیرترین انسان‌ها ثروتمندتر شدند. امروز برده‌داری در همه کشورها ممنوع است. اما واقعیت این است برده‌داری نمرده و شاید از همیشه زنده‌تر باشد. اگر از قرن 15 تا 19 میلادی 13 میلیون برده خرید و فروش شدند، حالا 40 میلیون برده در جهان وجود دارد. برده‌های مدرن. نهاد واکفری میگه این رقم 40 میلیون برده که در گزارشش به اون رسیده رقمی بسیار محتاطان است و رقم واقعی احتمالاً خیلی بیشتر از اینه. از این تعداد عمده اونها زنها و دخترها هستن، 71% کل برده ها و 29% مردها و پسرها هستن. جدای از جنسیت، از هر 4 برده در جهان یکی از اونها کودکه، یعنی 10 میلیون کودک از این 40 میلیون. 25 میلیون نفر به اجبار برای کسانی کار میکنن که یا مزدی بابتش نمیگیرن یا انقدر ناچیزه که به حساب نمیاد. 15 میلیون نفر هم قربانی ازدواج اجباری اند. بذارین مثالی بزنم. دختری رو در نظر بگیرین که بدون خواست خودش و به اجبار همسر کسی میشه. بعد مثلا سر زمین کار میکنه یا قالی میبافه بدون اینکه درآمد حاصل از کارش عاید خودش بشه. این زن برده به حساب میاد. ایران و افغانستان جزء 10 کشوری هستند که نسبت به جمعیتشان بیشترین تعداد برده را دارند. افغانستان با 750000 برده پنجم و ایران با حدود 1,300,000 برده دهم است. از نظر مبارزه حکومت‌ها با برده‌داری مدرن، ایران جزء 5 کشوری در جهان است که کمترین اقدام را برای از بین بردن برده‌داری کرده. در این گزارش دلیل آن نبود اراده سیاسی حکومت ایران عنوان شده.
ما میدونیم که کودکان، زنان و پناهجویان به طور خاص آسیب پذیرند. در هر دو کشور ایران و افغانستان از کودکان در بخش‌هایی مثل قالی‌بافی، آجرپزی، خدمات خانگی، تجارت جنسی و گدایی سوء استفاده میشه. برده‌داری مدرن و قاچاق انسان رابطه تنگاتنگ و مستقیم با هم دارند. رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید 92% کودکان کار در این کشور خارجی هستند و 50%شان قاچاقی وارد ایران شدند. اما کودکان ایرانی هم به خارج قاچاق میشوند. اولا خرید و فروش کودکان در شهرهای مرزی همچنان وجود داره. برخی گزارش ها میگه که یک بچه رو بعضی موقع با حدود مثلا 5 تا 10 میلیون تومان از خانواده ها خریداری میکنند، برای اینکه یا همونطور که گفتم به کشورهای حوزه خلیج فارس یا به اصطلاح پاکستان ببرند، برای اینکه اونجا مورد سوء استفاده جنسی قرار بدن یا حتی از اونها بیگاری بکشن. بچه کجایی؟ من مازندران. چند سالته؟ 13 سالشه. حالا اینجا کجاست؟ سوریه. اما کودکان همیشه قربانی قاچاقچیان نیستند. گاه پای حکومت‌ها و نظامیان در میان است. می‌دونیم که در هر دو کشور به کارگیری کودکان در ارتش و گروه‌های شبه نظامی ادامه داره. در افغانستان از کودکان کم سن و سال حتی 8 ساله برای جنگ، پاسداری در ایست‌های بازرسی، جاسازی مواد منفجره و حملات انتحاری استفاده میشه. گزارش‌هایی هم هست که حکومت ایران به کودک سربازان برای اعزام به جنگ سوریه ادامه میده. حکومت ایران چه در جنگ با عراق و چه در جنگ سوریه به کودکانی که به جبهه ها اعزام میکند افتخار میکند. رهبر ما اون طفل 13 ساله است که خود را به زیر تانج انداخت. ما کودک سربازان و برده های مدرن میدونیم. سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد کودکان به خدمت گرفته شده در جنگ های مسلحانه رو از بدترین انواع کودکان کار تشخیص داده و این برده داری مدرن به حساب میاد، فارغ از اینکه چه کسی مسئول به خدمت گرفتنشونه. برده ها همیشه در میدان های جنگ نیستند، گاهی در میدان های شهرند. قاچاق زنان و دختران برای بردگی جنسی نمونه دیگر از بردگی است. قاچاق زنان و دختران ایرانی از مدت‌ها پیش به اصطلاح وجود داشته. مصادیق اون رو ابتدا در کشورهای حوزه خلیج فارس دیدیم، به طور مشخص در امارات متحده عربی. اون چه که میشه گفت اخیراً دیده شده و گزارش شده قاچاق همین زنان و دختران هست به مناطق جدیدی مثل کردستان عراق و به طور مشخص سلیمانیه. درست است که تعداد برده ها در کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر است، اما برده داری در کشورهای غربی هم هنوز به طور کامل از بین نرفته. به علاوه کشورهای ثروتمند با واردات و استفاده از کالاهایی که به دست برده ها در کشورهای فقیرتر ساخته می شود سود می برند. با اینکه بریتانیا رتبه سوم در مبارزه با برده‌داری در جهان رو داره، اما از این مشکل مسئول نیست. به منچستر اومدیم تا به یک سازمان مردم نهاد سر بزنیم. سازمانی که همین ماه پیش با همکاری با پلیس بریتانیا تونست یک مافیای 8 نفره لهستانی رو دستگیر بکنه که از 400 نفر بیکاری کشیده بودن. این یه عملیات پیچیده و طولانی مدت بود با همکاری پلیس و آژانس مبارزه با جرایم بریتانیا. 4 سال پیش یکی از فعالان ما وقتی بین نیازمندها غذای رایگان توزیع می‌کرد، بعضی از قربانیان برده‌داری مدرن رو شناسایی کرد. هرچه او بیشتر تحقیق کرد، قربانیان بیشتر و بیشتری پیدا شدند. ما اطلاعاتمون رو با پلیس در میون گذاشتیم و این منجر به یه تحقیق گسترده شد و معلوم شد که این مافیای لهستانی تبار از 400 نفر بیگاری کشیده. خوشبختانه ماه پیش این مافیای لهستانی محکوم شدند و حکم زندان گرفتند. من توی کافه نشستم و دارم توی گوشی موبایلم خبر میخونم. ظاهرا کار بدی نمیکنه. اما پیراهنم میتونه در بنگلادش، کاکائو توی این هات چاکلت میتونه در ساحل آج و کوبالت توی باتری این گوشی موبایل میتونه در کنگو به دست کودکان کار و برده ها ساخته شده باشه. بردهداری مدرن معضلی جهانیه و مرز نمیشناسه. و حل این مشکل هم راهکاری جمعی و جهانی میطلبه. فرهام قبادی، BBC. قاچاق و پخش فیلم ها در ایران اتفاق تازه‌ای نیست. تهیه کنندگان سالهای سال است که از نبود برخورد مناسب با این پدیده گله دارند.
در تازه ترین موج تکثیر فیلم های ایرانی سه فیلم متری 6.5، رحمان 1400 و رستاخیز با کیفیتی مناسب و حاوی صحنه های سانسور شده به بازارهای غیرقانونی راه پیدا کردند. برخی از تهیه کنندگان این فیلم ها معتقدند که این فیلم ها از داخل وزارت ارشاد به بیرون درس پیدا کرده، ادعایی که سازمان سینمایان را به شدت رد کرده. ولی هنوز معلوم نیست این نسخه های با کیفیت چگونه به بساط های فیلم فروش ها راه پیدا کردند. کاوه مشکات نگاهی انداخته به این موضوع. متری 6.5 آخرین فیلم محبوبی نیست که دست فروشت ها هزاران کپی از آن را بدون اجازه مالکانش مقابل آبران می گیرند و آن را با قیمتی پایین به فروش می رسانند. سینمای ایران با قاچاق و سرقت غریبه نیست. هر بار که اثری در گیشه موفق بوده، نسخه های غیرقانونیش سر از بساط های کنار خیابان در آورده. الان داری منو میخری؟ اما این بار نسخه های قاچاق هم با کیفیت هستند و هم صحنه های سانسور شده را دارند. همین نکته باعث شده که انگشت اتهام به سمت وزارت ارشاد نشانه رود. خب قطعا این نسخه تو وزارت ارشاد هست، یه عده‌ای که با این آدم هایی که تو وزارت ارشاد کار میکنن دست چیز دارن، حتما مراوده دارن، حتما کنجکاون که بدونن اون صحنه هایی که حذف شده مثلا چی بوده. حتما اون مسئولین هم تو ارشاد بودن، این پوز رو دادن که این نسخه رو ما دادیم، خودت برو ببین، به کسی دیگه ندی. اونم حتما رفته خودش دیده، به پسر خالش هم که امینش بوده داده، گفته به کسی ندی، اونم حتما به پسر داداش که امینش بوده. بالاخره هر آدمی کرانش یا آدمی از زن خودش امین وجود داره که این فیلمو بهش بده، بعدم بهش تاکید کنه به کسی نه. یه نسخه این وسط از فیلم تکثیر شده باشه، این به اون داده، اون به اون داده، اون به اون داده، این اتفاق افتاده. شما میخوای به من حجمه وارد کنی؟ حجمه رحمان 1400 دیگر فیلمی است که این روزها در گیشه کنار خیابان خوب میفروشد. اثر منوچهر هادی که پس از توقیف و مخالفت سازمان سینمایی با پخش این فیلم در شبکه نمایش خانگی، حالا نسخه با کیفیتش در سوپرمارکت ها هم فروخته می شود. آقای هادی از مردم خواسته تا نسخه های غیر قانونی این فیلم را تماشا نکنند. معاونت سینمایی وزارت ارشاد هم در مقابل ادعای درز این فیلم ها از اتاق های بازبینی این وزارتخانه گفته اگر تهیه کننده ها نتوانند ادعای خود را ثابت کنند، باید به فکر نتایج حقوقی آن هم باشند. هیچ کس به درستی نمی‌داند اثری که برای اکران با مشکلات ممیزی دست به گریبان است چگونه از زیرزمین‌های تکثیر دیویدی سر در می‌آورد. 4 سال توقیف در یوتیوب منتشر شده، اتفاقی که داد احمدرضا درویش کارگردان این فیلم را هم درآورده. پس بنابراین عناصر اصلی فیلم، سرمایه‌گذاران فیلم، همه سرمایه‌گذاران فیلم در مقاطعی دسترسی داشتن به کپیای فیلم. بنابراین اینکه از کجا رفته، این باید کار اطلاعاتی، کار پژوهشی، کار تحقیقی باشه، معلوم بشه که این از کجاست. به خوبی هم میشه منشأش رو پیدا کرد، به راحتی. یعنی یه کسی یه خورده کار فنی بلد باشه، یه خورده چیز باشه، میفهمه که این کدوم در واقع کپی هست، کدوم ورسیونه، کدوم نسخه است و این نسخه کجا بوده، راحت میشه این آدرس رو پیدا کرد. بازم بکشم؟ نه بست. فروش فیلم های قاچاق در ایران چیز جدیدی نیست و به نظر می آید در نبود قانون کپی رایت و سود بالای قاچاقچیان، فیلم های بیشتری سر از بساط های فیلمی های کنار خیابان در آورند. کاوه مشکات، بی بی سی. اجرای امشبتون چطوری؟ خیلی. اداره پست افغانستان حدود 1.5 قرن پیشینه دارد. امسال قرار است که مدرن سازی خدمات پستی گسترش پیدا کند. خبرنگار ما روین رهنوش در کابل میگوید 463 پستخانه و 35000 صندوق پستی در کل کشور فعال است، اما استفاده از خدمات پستی فراگیر نیست. پستخانه مرکزی رنگ و رونق تازه‌ای یافته. شمار مراجعین زیاد شده، روزانه 1400 نفر. از یک نامه چند گرمی تا بسته 30 کیلویی از این اداره و نقاط مختلف جهان منتقل می شود. هر کیلو 1300 افغانی، حدود $20 به خارج از کشور. انتقال بسته ها از کشورهای همسایه گرفته
حتی آمریکا و اروپا. اما قیمت ارائه خدمات برای برخی قابل قبول نیست. چند جور لباس داشتیم، میخواستیم روان کنیم جرمنی. اینجا که آمدیم ما معلومات گرفتیم، بسیار قیمت بالا گفتن. دیگه یا نگفتیم از دردش که در پوندیدگی زیاد میشه، گفتیم ایلیت روان نمیکنیم. اما به نظر میرسد بلند بودن قیمت به حکمت نیست. به گفته مسئول این اداره، این قیمت در مقایسه با شرکت‌های خصوصی ناچیز است و ارائه خدمات بهتر و آسان‌تر شده. سیستم تعقیب و پیگیری داریم، سیستم بستهای کوچک یا آنلاین شاپینگ کسی که خریداری میکنه، بعد از این ما اطلاعی به خانهشون روان نمیکنیم و صرف برشان یک مسیج و ایمیل میان، مراجعه میکنن، بستهای خود تسلیم میشه. با این همه تلاش ها مردم افغانستان آگاهی چندان از فعالیت اداره پست ندارند و با استفاده از پست بیگانه اند. خدمات پستی دولتی افغانستان تا همین دو سال پیش با سیستم ابتدایی و قدیمی عرضه می شد، اما حالا دیده می شه که روی این بخش سرمایه گذاری بیشتری شده و اداره افغان پست مجهز به سیستم دیجیتالی و مدرن شده. با دیجیتالی شدن خدمات پستی هم کار مامورین ساده شده و هم سرگردانی مردم کم. برخلاف گذشته، مشتریان با دریافت ایمیل و پیام از رسیدن پستشان با خبر می شوند. افغان پست کارش را حدود 1.5 قرن پیش با 2 پستخانه در کشور آغاز کرد. با گذشت این همه سال، خدمات پستی در بین مردم جان نیفتاد و حالا با استفاده فراگیر از موبایل کمتر توجه مردم را جلب می کند. روین رهنوش، BBC، کابل. تاجیکستان برای اولین بار میزبان اهالی فرهنگ و ادب و هنر کویت بود. 1.5 سال پیش هم روزهای فرهنگ عربستان سعودی در تاجیکستان برگزار شده بود. در حالی که همکاری‌های سیاسی و فرهنگی تاجیکستان با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در حال گسترش است، 4 سال است که این کشور با ایران رابطه چندان خوبی ندارد. جزئیات بیشتر از خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه. نوای آهنگ‌های محلی کویت در تئاتر اوپرا و باله شهری دوشنبه. این نخستین بار است که یک گروه موسیقی از کویت به تاجیکستان آمده. حدود 25 سال پس از برقراری روابط دیپلماتیک میان این دو کشور، این گروه موسیقی که همه خوانندگانش زن هستند، به جز دوشنبه در شهر نارک در جنوب شرق پایتخت تاجیکستان هم برنامه اجرا کرد. سازهای ضربی کویتی ها با سازهای ضربی کشورهای دیگری جهان از جمله تاجیکستان همخوانی دارند. الایقاعات الکویتیه، دستگاه های موسیقی کویت با دستگاه های موسیقی جهان همخوانی دارند. ما در کنسرت هامون از گونه های مختلف موسیقی وام می گیریم. وقتی در کشورهای مختلف جهان کنسرت برگزار می کنیم و ساز می زنیم، همه افرادی که ما رو می بینن از اون لذت می برن، چون بخشی از موسیقی خودشون رو در موسیقی ما می شنون. در محلی برگزاری روزهای فرهنگی کویت در تاجیکستان، به جز برگزاری کنسرت، عکس‌های از روابط سیاسی دو کشور و آثار برخی نقاشان کویتی هم به نمایش درآمده. وزیر فرهنگ تاجیکستان و سرپرست هیئت کویتی همکاری‌های فرهنگی را پل برای گسترش روابط دو کشور در عرصه‌های دیگر خواندند. امروز یگان محدودیت نیست، توجه مردم در مجموع خیلی زیاد است با دنیای عرب و این یگان با منفعتی کور است. روزهای فرهنگ کویت در تاجیکستان در حال برگزار می شود که قرار است در روزهای نزدیک این مسجد نو در شهر دوشنبه افتتاح شود. بزرگترین مسجد در آسیای میانه که با 70 میلیون دلار سرمایه دولت قطر، کشور دیگری خلیج فارس، بنیاد شده. برخی بر این باورند که در چند سال اخیر کشورهای عربی روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود با تاجیکستان را به طور چشمگیر گسترش دادند. این در حالی است که حضور ایران در 4 سال اخیر در تاجیکستان بسیار کم رنگ شده. اما در این محفل مشترک شاعران تاجیک و عرب
به جز زیاد بودن واژه های عربی در زبان فارسی، بر مشترکات زیادی فرهنگی، ادبی و علمی تاجیکستان و کشورهای عربی نیز تاکید شد. بعد فتوحات اسلامی که در ماورانا و خراسان جاری شد 1400 سال پیش از این، ما به همدیگر یک فرهنگ و یک ادبیات ساختیم، یک علم داریم. تمام عالمایی که مثلا امروز در عرصه بین الملل همچون عالمان عرب شناخته میشن، همچون عالمان اسلام مسلمان شناخته میشن، همش اصلش تاجیک هستن، از این منطقه ما هستن. امام بخاری، امام ترمذی، مثلا ابن سینا، ابو حنیفه نعمان. روس ها مسئله دارند، هر کسی پول زیافت را بدهد، موسیقی را نیز اسفارش می دهد. چون این به نظر می رسد که در مرحله کنونی این سخن بیشتر نشان دهنده روابط تاجیکستان با جهانی عرب است. چون این روزها اقتصاد تاجیکستان بیشتر به سرمایه کشورهای عربی نیاز دارد و این کشورها هم به جای پای بیشتر در تاجیکستان. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌های باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.